درگیری های عشایر عراق با نظامیان مالکی و اعتراضات فراگیر سیاسی علیه دیکتاتوری و توطئه های مالکی در انتخابات. خبرگزاری رویتر گزارش داد نیروهای مسلح عشایر عراق شبانه به مقر یک تیپ ارتش مالکی در جنوب بغداد حمله کردند. 12 سرباز را کشتند و جنگ خود علیه دولت مالکی را به پایتخت نزدیکتر می کنند. منابع مطلع گفتند درگیری زمانی رخ داد که مهاجمان گلوله های خمپاره را روی مقر تیپ مستقر در یوسفیه در 15 تا 20 کیلومتری بغداد شلیک کردند. جاده های منتهی به این منطقه روز پنجشنبه در حالی که درگیری ها ادامه داشت بسته شد و نیروهای تقویتی به آنجا اعزام شدند. به گزارش تلویزیون الجزیره در جریان حمله نیروهای عشایر به نظامیان مالکی در جنوب غرب بغداد نزدیک به 80 تن کشته شدند. این منبع افزود 64 تن از کشته شدگان از نظامیان مالکی بودند که در میان آنها چند افسر دیده می شود. در این حملات 23 خودروی نظامیان مالکی منهدم شد. سپهبد حسام الدین الدلیمی عضو شورای نظامی انقلابیون الانبار عراق به تلویزیون عراف دین گفت یک تحول کیفی در نزدیکی بغداد به وقوع پیوسته است که طبق طرح از پیش آماده بوده است. یک فروپاشی واضح در ارتش مالکی وجود دارد و یگانهای آن در مقابل انقلابیون قبل از رو در رویی فرار می کنند. انقلابیون مناطق متعددی را در بغداد به کنترل درآوردند و سلاح‌ها و خودروها و مهمات زیادی را به دست آوردند. در این نبردها تعداد زیادی از نظامیان مالکی به اسارت درآمدند. به گزارش تلویزیون التغییر دکتر رافع رفایی مفتی دیار عراق درباره بحران الانبار و نقش رژیم ایران گفت بحران الانبار بحرانی است که دولت مالکی آن را ساخته و یکی از دلایل ایجاد این بحران حذف اهل تسنن از انتخابات با دستور دیکته شده از خارج است. از طرف دیگر هدف مالکی با دامن زدن به هرج و مرج این است که برای خودش ولایت سوم و چهارم فراهم کند، ولی این طرح شکست خورد. دولت فعلی عراق از نخست وزیر تا پایین همه کارمندان دونپایه رژیم ایران هستند و عراق را اداره می کنند. این ناشی از بی‌شرمی مقام‌های دولت عراق است. به یفسود شبه نظامیانی که در پادگان ها هستند با حمایت از شبه نظامیانی که خارج پادگان ها هستند مثل اصائب و یوم الموعود و بدر و بقیه توفاله های پرورشی یافته دستان رژیم ایران هستند که به مردم حمله می کنند و خانه هایشان را به توپ می بندند و هیچ غیرت و شرفی در آنها باقی نمانده است. تجار خون هیچ کدام نباید انتخاب شوند. به گزارش خبرگزاری نینای عراق ائتلاف الوطنیه به رهبری عیاد علاوی بر استعفای دولت مالکی و تشکیل یک دولت موقت که بتواند یک انتخابات سالم و شفاف را مدیریت نماید تأکید کرد. ائتلاف الوطنیه از نیروهای بین المللی خواست تا به سرعت و قبل از اینکه دیر بشود اقدام نمایند و اعلام کرد بی‌تفاوتی آنها در قبال آنچه که مالکی و افراد با نفوذ در کنار او برای به تعطیلی کشاندن انتخابات انجام می‌دهند عراق را به ویرانه‌ای تبدیل می‌کند که از وضعیت فعلی در سوریه نیز بدتر خواهد بود. به گزارش تلویزیون العربیه طلال الزبیعی از رهبران ائتلاف متحدون گفت لایحه اعلام وضعیت فوق‌العاده که مالکی به مجلس ارائه داده است و به گفته قانونگذاران عراق به معنی حکومت نظامی است در مجلس تصویب نخواهد شد. به گزارش تلویزیون التغییر حامد مطلق نماینده پارلمان عراق گفت فراکسیون نوری مالکی با دخالت مستقیم رژیم ایران تلاش می‌کنند اهل سنت را رو از روند سیاسی خارج کنند. به این خاطر نشان کرد حسب اهل تسنن اخیراً شتاب گرفته است و عدالت گزینشی با انگیزه های مذهبی و حزبی عمل می‌کند.
برپایی تجمعات و نماز جمعه در استانهای به پا خواسته عراق علیه حکومت مالکی و مداخلات رژیم آخوندی. به گزارش تلویزیون بغداد، در 468 روز تحصن در 6 استان به پا خواسته، مردم و قیام کنندگان در نماز جمعه دیالی ما را به یاری می طلبد و ایالت عامل رهای ماست شرکت کردند. به گزارش تلویزیون بغداد، خطمای جمعه تاکید کردند که این نامگذاری خود پیام واضحی دایر بر ضرورت کمک به هموطنانمان در دیالی و بغداد است و رهایی اهل تسنن در حاکمیت خودمان در ایالتی است که حقوق ما حفاظت می شود و وحدت عراق و شرافت آن را حفظ می کند. خطبا همچنین تمامی تجاوزات نظامیان مالکی در دیالی و سایر شهرها را محکوم نمودند و تأکید کردند بدون تشکیل ایالت و حاکمیت اهل سنت بر خودشان هیچ گونه رهایی محقق نخواهد شد. قیام کنندگان تأکید کردند که تا رسیدن به تمامی خواسته هایی که برای آن به پا خواستند پایدار و استوار باقی خواهند ماند. خبرگزاری نینای عراق گزارش داد شورای شهر فلوجه اعلام کرد با احتمال اینکه نمازگزاران در معرض آتشباری کور قرار می گرفتند نماز وحدت جمعه در 4 مسجد برگزار شد. به گزارش این خبرگزاری، این مساجد عبارت بودند از مسجد بزرگ فلوجه در غرب شهر، مسجد الفرقان در مرکز شهر، مسجد الخزرت المحمدیه در مرکز شهر و مسجد امام علی ابن ابی طالب در جنوب شهر. خطبای جمعه در خطبه های امروز روی چند نکته مهم متمرکز بودند: لزوم باز شدن معابر شهر برای ورود مواد غذایی و کالاهای جیره‌بندی و توقف آتشباری کور که شهروندان بیگناه را هدف قرار می دهد. نمازگزاران گفتند این خواسته ها خطاب به کسی است که می خواهد بحران در این شهر پایان داده شود. خواسته بعدی جایگزینی همه مسئولین فلوجه با مسئولینی از خود شهر است. به گزارش تلویزیون الجزیره و همچنین تلویزیون رافدین و تغییر، برگزاری نماز وحدت در استانهای به پا خواسته در حالی بود که آتشباری کور در این شهرها توسط مالکی و عملیات انقلابیون عشایر همچنان ادامه داشت. به گزارش تلویزیون تغییر، شهرستان گرمه از صبح امروز به شدت زیر بمباران قرار داشت و مردم این بمباران را بی سابقه توصیف کردند. تلویزیون الجزیره گزارش داد 9 نفر از نظامیان مالکی از جمله یک سرهنگ یکم در درگیری با عشایر مسلح در جیلان در شمال سامرا کشته شدند. همچنین در رمادی شورای نظامی انقلابیون عشایر اعلام کرد 5 نظامی از جمله یک افسر در درگیری با افراد مسلح عشایر در حامضیه در شرق رمادی کشته شدند. به گزارش رافدین، بر اثر آتشباری موشکی نظامیان مالکی بر روی مهمانخانه شیخ رافع المشهن، شیخ کل عشیره جمیلی در شهرستان گرمه، 1 شهروند شهید و 8 نفر دیگر مجروح شدند. رافدین افزود در الانبار هلیکوپترهای نظامیان مالکی جزیره الخالدیه در رمادی را مورد آتشباری قرار دادند ولی پدافند ضد هوایی انقلابیون عشایر به آنها پاسخ دادند. به گزارش تلویزیون رافدین، شیخ عبدالقادر النائل از رهبران جنبش رمادی در رابطه با وضعیت در استانهای به پا خواسته گفت شکی وجود ندارد که نظامیان مالکی شروع به فروپاشی نمودند و در واقع شروع این فروپاشی از زمان انتقال این نبردها به بغداد بود. تصمیم انقلابیون الانبار این است که هدف استراتژیک محاکمه مالکی به خاطر جنایتهایش محقق شود. بنابراین ممکن نیست که انقلابیون الانبار و انقلابیونی که به عنوان انقلابیون عراق به زودی به آنها خواهند پیوست آرام بگیرند بدون اینکه
مالکی را دستگیر کنند تا او را به خاطر تجاوزات آشکاری که اتفاق افتاد به نمایندگی از تمام عراقیان مورد حسابرسی قرار دهند، زیرا او یک جنایتکار است و به همین دلیل هیچ آتش بسی و هیچ توقفی در عملیات وجود ندارد و انقلابیون تصمیم گرفتند هیچ شرطی را بدون اینکه مالکی فقط به انقلابیون علمبار تسلیم شود قبول کنند، زیرا مالکی مسئول کشتار زنان و کودکان و مردان است و مخصوصاً به خاطر تجاوزاتی که در زندانهایش در مورد زنان آزاد انجام شده و اعدامهایی که دولت فرقه‌گرای او که حتی با نادیده گرفتن فراخوان‌های بین‌المللی و تحصن‌های مسالمت‌آمیز انجام داده است. سخنگوی میدان تحصن در رمادی تأکید کرد خاک رمادی گورستان واقعی کسانی است که دوست دارند سربازانی برای رژیم ایران باشند، کسانی که به خانه‌های شهروندان بی‌دفاع حمله می‌کنند و آنها را ویران می‌سازند. آنها پل‌های شهروندان را قطع می‌کنند و آماده‌اند جزء کسانی باشند که رنج‌های مردم را با جلوگیری از ورود دارو و غذا یا متوقف کردن برق و یا آب آشامیدنی زیاد کنند. به یفسود در حال حاضر هامرهای زرهی‌های نظامیان مالکی تبدیل به وسیله‌ای شده که انقلابیون برای ورود به میدان جنگ روی آن آموزش می‌گیرند، یعنی وارد نبرد با هامرهای زرهی می‌شوند، یعنی این وسیله به یک بازیچه در دست انقلابیون تبدیل شده است که آنها را هدف قرار می‌دهند، با آتش می‌کشند و منهدم می‌کنند. به یفسود رمادی آرام نخواهد گرفت مگر اینکه خاکش به طور کامل آزاد شود.